برای صحبت بیشتر در این باره سید احمد شمس، فعال و تحلیلگر سیاسی از آنکارا با ما هستند. سلام آقای شمس، دلایل مهاجرت نخبگان ایرانی به دیگر کشورها از نظر شما چیست؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با درود و عرض ادب و سلام خدمت شما و بینندگان عزیز شبکه جهانی امام حسین علیه السلام. بحث مهاجرت یک مقوله است که چند دهه است در ایران رواج پیدا کرده. در ابتدا خب طبیعی بود که پیروزی انقلاب ایران در سال 57 مؤثر بود در این زمینه، اما طی دهه های بعد بیشتر مهاجرت ها جنبه اجتماعی و شاید هم اقتصادی داشت، اما مجددا میخوام عرض بکنم در دهه اخیر، در 13-14 ساله اخیر، علاوه بر دلایل اجتماعی، دلایل سیاسی و امنیتی هم به این مقوله افزوده شده و باعث شده که سیل مهاجرت به کشورهای دیگه افزایش پیدا کنه. مهاجرت هم متاسفانه فقط به نخبگان خلاصه نمیشه. ما حتی در برخی از حرفه‌های معمولی نظیر کسانی که کار فرش بافی یا فروش فرش رو انجام میدن، حتی لوله کش ها و کابینت ساز ها رو میبینیم که برای رفتن و به یک سمت زندگی بهتر ترجیح میدن که کشور رو ترک کنن و به کشورهای همسایه مهاجرت بکنن و این وضعی است که متاسفانه همچنان ادامه داره. بله، مهاجرت نخبگان از نظر شما فرصت برای ایران محسوب میشود یا تهدید؟ قطعا اگر تو شرایط عادی باشه فرصت هست. همیشه در آموزه‌های دینی هم از صدر اسلام توصیه شده که اطلب العلم ولو بالسین، برای یافتن علم، برای دستیابی به علم بیشتر حتی توصیه شده به کشورهای دوردست مثل چین بریم. اگر یک نخبه ای بره علم خودش رو و تجربه های دیگر کشورها رو به دست بیاره و نهایتا اون رو در کشور خودش صرف بکنه که این فرصت است، اما متاسفانه ما نخبه های فراوانی رو داریم، نفرات اول المپیادها، نفرات اول کنکور، که از کشور برای همیشه خارج میشن و تجربه خودشون رو و اون چی که آموختن رو به کشور برنمیگردونن. این قطعا خسارت است. بله جناب شمس، تشکیل وزارت مهاجرت در ایران تا چه میزان برای حل بحران مهاجرت نخبگان مؤثر میدانید؟ در همه جا وزارت مهاجرت رو تشکیل میدن برای اینکه مهاجرینی که از خارج به داخل کشور میان رو به وضعیتشون رسیدگی کنن، اما جالبه که قرار هستش برای اینکه دارن داخلی ها به خارج از کشور مهاجرت میکنن قرار وزارت خونه یا سازمانی تشکیل بشه. ببینید، بخشی از نخبه ها که از کشور خارج میشن فقط دلایل اجتماعی یا اقتصادی نداره، مسائل امنیتی هم تأثیر داره. شما دستگیری علی یونسی، امیر حسین مرادی، محمد رضا جلایی پور که از نخبه های کشور بودن رو میبینیم صرفا به دلایل امنیتی هستش و به اونها اتهامات امنیتی وارد میشه. امروز کسانی که در رشته آیتی و مسائل فناوری اطلاعات تخصص دارن تو دانشگاه‌های مثل امیرکبیر و صنعتی شریف مجبور به همکاری با دستگاه‌های امنیتی هستن. پس بنابراین تشکیل یک وزارتخانه صرف نمیتونه مشکل حل بکنه. به نظر میرسه باید تجدید نظر جدی در سیاست‌های کلان صورت بگیره تا نخبه‌ها بمونند یا وقتی به جایگاهی رسیدن برگردند.